آن داروی کار موروثمونه که حداقل پدر بنده از سال 42 تو همین کارگاه کار میکرده. چند سال کار در کارگاه پدر برایش انگیزه شد تا از علم روز بهره ببرد و امروز صاحب یکی از کارگاه های بزرگ تولید عرقیات گیاهی در شهرستان قاین است. تو این واحد حداقل 20 نوع عرقیات داریم تولید میکنیم، مثل چلگرد، آتش نعنا، کاستی، کلکوره، آویشن، او مادران رازیانه و حتی اژغون یا خردانه که به اصطلاح محلی گفته میشه. دستگاه های کارگاه را با ذوق و ابتکار خودش ساخته. کاری که در این واحد داره انجام میشه و متفاوت با واحدهای تولیدی دیگه و عرقیات هست، این که همزمانی که عرق میاد، نگاه کن اینجا عرقیاته که داره داخل مخزن میشه، در همون زمان هم ما روغن گیاهی که این حالت اگه میبینین داریم گرفته میشه و این روغن مثل چلگیا که اگه خورده بشه عفونت ریه میاره بسیار زلرزای. حالا در کارگاه آقای هایری 4 نفر به طور مستقیم مشغول به کارند. داخل این آزمایشگاه محصولات این واحد رو از لحاظ آزمونهای شیمیایی میکروبی مورد بررسی قرار میدیم که مورد تایید قرار گیره بسته‌بندی بشه واسه بازار. چند ساله تو این شرکت کار میکنی؟ من 3 ساله. خوبه، هم درآمدش خوبه، هم بیکار نیستیم. قبلا بیکار بودن، 3 ساله اینجا دیگه سر کار، این شغل خدا درآمدشون بده. ساخت دستگاه خشک‌کن گیاه معطر همراه با اسانسگیری اختراع جدید این مخترع قاینی است که در نوبت ثبت قرار دارد. دستگاهی که می مشاهده میکنه خشک‌کن گیاهان معطره، به طوری که گیاه رو داخلش بریزین خشکم میکنه، آثار هم همزمان از خشک گرفتن میکنه بدون اینکه آثاری مخرب به گیاه داشته باشه. بهترین خشک‌کن در فضای بهداشتی این خشک‌کن. این شرکت دانش بنیان توانسته به عنوان واحد نمونه پارک علم و فناوری و واحد پیشتاز در تولید معرفی شود. در این واحد صنعتی سالیانه بیش از 700 تن عرقیات و 1 تن روغن گیاهی تولید و روانه بازار میشود.